سلام و درود بی پایان نثار تمام شما عزیزای دلی که همین اکنون بیننده هستین. باز هم شما را خوش آمدید میگم در یکی از برنامه‌های دیگر چنل یوتیوب هورمن انترتینمنت. امیدوار هستم مثل همیشه تا پایین برنامه ما مهناز احمدی را با همکار عزیزم دنبال بکنین. دوستای عزیز، ما در این روزا سعی تلاش دارم با همکارای خیلی خوبم که برای شما هم تو گزارش‌های جدید، گپ‌های جدید تقدیم شما بکنم. با ما خاطر فعلا در یکی از نمایشگاه‌های تحصیلی قرار دارم که با تصویر شما دوستا خواهد دیدین، ما ویدیوهای شب شما نشر خواهد شد که شما میبینین و ما صحبت خواهد داشتم امرای کسانی که در این نمایشگاه اشتراک کردن و صحبت خواهد داشتم امرای دوستایی که آمدن از این نمایشگاه دید و بازدید کردن و صحبتایشان البته. پس ما و همکاران ما تا پایان برنامه دنبال بکنیم. فعلا در کنار یک جوان خلاق قرار دارم که خواستن در این نمایشگاه اشتراک بکنن، ربات ساختن و ربات میسازن و قسمی که شما ویدیوهایش در تصویر میبینین، ما میخوایم که در مورد رباتاش صحبت بکنم. میشه برادر عزیز خودت کوتاه معرفی بکنین و در مورد رباتایی که فعلا دوستای عزیز و تصویر میبینن بیشتر صحبت بکنین. سلام دوستای عزیز، اسم من زمیر است، زمیر ملکزای، معسل هستم، معسل رشته برق و فعلا در یک تیم روباتیک به شکل شخصی دیگه یک کارا را آغاز کردیم. تقریبا از این کارهایی که انجام میتم تقریبا در حدود 8 سال میشه که شروع کردیم تا به نتیجه رسیدیم در بخش پرواز طیاره و ربات آی سی پروگرامینگ و چیزا دیگه. زیاد دستاوردهای داشتیم که از گونه از زیادتر نمونه شد ما کد خود ناوردیم که جا نشان بتیم دیگه. ویدوهایش هست به شما مثل سلف بلانسینگ تانگ بخاطر خونسای بانک که کلش ما جور کردیم تا از 2-3 سال پیش و دیگه در بخش از اینکه با مارکت یک فکر داشته باشیم، با مارکت چیزها را عرضه کنیم. ما یک کار شروع کردیم بخاطر ساختن پاوربانک های چارج موبایل با نام مینیترونیک که فعلا تولیدات ما هم پاوربانک است، یک 4 مدل تا فعلا جور کردیم و دیگه نو با مارکت عرضه کردیم. دیگه در بخش ربات سازی ما دیگه هم در کوشش ازی هستیم که کسایی که خلاقیت دیگه داره با اونا یک جای شده و یک جامعه کلان و یک جامعه که مثلا تکنولوژی پیشرفته دو کار شده باشه و دیگه هم پیشرفت کنیم در کوشش ازم هستیم. انشالله قربانتان، واقعا کشور ما و ما به همچون خلاقیت و به همچون جوانای مثل خودت نیاز داریم. میشه بگی که این اولین نمایشگاه است که خودت اشتراک میکنی یا قبلا هم در همچون نمایشگاه های اشتراک کردی و وقتی که مردم میاین، هموطنان میاین میبینن، چه عکس العمل نشان میدن؟ اولا خب عکس العمل هموطنان ما بسیار خوب است، بسیار یک روحیه ما میگیرم و دیگه اینکه یعنی پیشترک هم گفتم که ما زیاد وقت میشه شروع کنیم تا ولی چرا ما یعنی مطبوعاتی نشدیم، یعنی نرفتیم تا ولیش با میدیا نرفتیم به خاطر که یک کمی مشکلات امنیتی وجود داره در بخش پرواز طیاره، چون ما زیادتر فعالیت در بخش پرواز طیاره داریم و زیاد پروازها انجام دادیم به خاطر که یک کمی در بخش امنیت مشکل است و یگان گپا را شنیدیم و دیدیم خود ما تا یک زیاد حادثات قد ما شد بس خاطر دیگه فامیل اجازه نمیده که بریم در یگان شبکات اجتماعی و یگان میدیا بریم و از لحاظ دیگه ای که ما این کارا را فعلا اولین نمایشگاه است که ما ای را آوردیم، چون سپورت ما یکی از سپورترهای ما فعلا پانتون هواد شده که یک با دپارتمنت انویشن هاوس پانتون هواد با ما یک دپارتمنت با ما جور کرده بنام انویشن هاوس که اوجا ما این کارای خلاقیت انجام میتیم و دیگر نفرهایی که امرای در بخش علاقه داشته باشه ما که خود جذب میکنیم. یعنی و از طرف پانتون هواد ما فعلا این وسایل یعنی روباتایی که خودم جور کردیم کل شدی جمع آوردیم. بسیار عالی. دوستا صحبت زیاد است که من میخوام سوال زیاد است میخوام پرسان بکنم ولی چون وقت برنامه کم است با عنوان آخرین سوال ما این است که این ربات سازی را خودت در کجا یاد گرفتی
و تصمیم از این داره که بردگر جوانا بر کسای که علاقه مندی داره یاد بده یا خیر؟ بله، اولا خو از خورترکی یک شوق و علاقه داشتیم به بخش الکترونیک و ربات و ایگاپا، چون تاوال ما درس ای سی پروگرامینگ نخوندیم، اما تقریبا ده حدود 4 سال میشه که ما در او بخش کار میکنم و در بخش کار عملی میگم و زیادتر کارهای کردیم، مثلا لید کپ جور کردیم، کنترل دیوائسینگ جور کردیم و کنترل خانه از طریق ای سی بتانیم، از طریق ریموت کنترل، موبایل کنترل، زیادتر پروژکت ها کار کردیم. یعنی این یک شوق بود که از خورترکی داشتیم و خدا ما را رای کامیابی هم نشان داد و دیگه ای که میخوایم که پلانی که با شاگرده دیگه یا با دیگه نفاره ما ای را یاد بتیم، در میپانتون حواد ما یک یعنی 6 ماه ترنینگ جور کردیم بر 6 ماه، یعنی فارغین کمپیوتر ساینس پانتون هواد وقتی فارغ میشه بر 6 ماه یک کلاس جور کردیم، 3 استپ است، هر استپش 2 ماه وقت میگیره و به شکل عملی از صفر کار الکترونیکی و کی یعنی هند ورکینگ ما او را آموخته میکنیم دوجا و نشان میتیم دیوایسز و چیزا و پروگرامینگ و کدینگ و آخر ربات سازی را. بسیار عالی، موفق باشین شما، انشالله که همیتو موفقانه و خلاقانه پیش برین، سلامت باشین. تشکر، زنده باش. دوستای عزیز با ما باشین، من هنوز هم در نمایشگاه هستم، با جزئیات بیشتر با گزارش‌های بیشتر در خدمت شما عزیزای دل. کافیست ما را تا پایان برنامه همراهی نمایید. شیبا عزیز با ما هستن، سلام تقدیمش میکنم. شیبا جان میشه بگویم این حیث یک دختر خانومی که خواست در این نمایشگاه اشتراک بکنی، این نمایشگاه ها و همچون نمایشگاه ها چقدر تاثیر داره در مؤثریت تحصیلی؟ تشکر. قسمی که میبینین این نمایشگاه به خاطر تحصیلات عالی به جوانای عزیز ماست، نه تنها به جوانا که هم اگه میتونن در این نمایشگاه اشتراک کنن و این نمایشگاه خیلی تاثیرگذار است بالای مردم افغانستان، بالای جوانا، بالای خانواده ها و دختر خانوما. من منس یک دختر خانم که در اینجا هستم و در این نمایشگاه قرار دارم، این نمایشگاه رو بسیار موفق میبینم به خاطر که خیلی تاثیرگذار است بالای جوانا، علال خصوص بالای دختر خانوما که میتونن از این نمایشگاه دیدن کنند و از این تحصیلاتی که در اینجا هستن یا از این سهولت هایی که در اینجا هستن استفاده کنند و بیشتر بدانن و معلومات را که قرار است که خودشان برن یک جای معلومات بگیرن، میتونن که اینجا بیاین و چندین معلومات اونا داشته باشن. بله دقیقاً، در اینجا قسمی که میبینین از خیلی مؤسسات تحصیلی هست و پانتونا هستن، قسمی که میبینین میتونن که از اینجا خود معلوماتشان بیشتر کنن، مثلا درباره پانتونا بیشتر بدانن، چه پانتونایی هست در افغانستان، چه پندونایی در خارج از افغانستان است و در کجا هم میتونن تحصیل کنن. بله دقیقاً، میتونن دوستان اینجا بیاین و معلومات را که میخواین از اینجا داشته باشن و یک سبک سنگینی داشته باشن و هر جایی که دوست دارن و میفهمن که موثر تمام میشه در قسمت تحصیلشان، میتونن که بیاین و انتخاب بکنن. سپاس از خود شیبا عزیز. خواهش میگم، تشکر از شما. دوستای عزیز، حال ما میخواییم همراه یکی از دوستایی که اینجا آمدن در نمایشگاه اشتراک کردن، البته من حیث بازدید کننده، صحبت بکنم. سلام، به نام شما. سلام بر شما، اسم من مجید است، مجید رازقی. درست است. مجید جان، چی شد که خودت آمدی در این نمایشگاه ببینی، از این نمایشگاه دید بازدید بکنی و این نمایشگاه را چگونه بررسی میکنی، چگونه ارزیابی میکنی خودت؟ والا این نمایشگاه که است به بسیار مردم ما و خصوصا به جوانان بسیار یک تاثیرگذار است. ما که اینجا آمدم بسیار چیزا را از یک چند دانه کارت گرفتم به خاطر که مکتبایشان دیدم و با بیادران میخواستم همیجا به کودکستان چیزایشان و بسیار جاها را دیدم، بسیار خوب بود و این بسیار بالای مردم ما تاثیرگذار است و مردم ما باید اینجا بیان اشتراک کنند و از بسیار چیزا آگاه شوند. مجید جان، اون معلومات را که خودت میخواستی حاصل شد یا خیر؟ بله ما میخواستم که هم بیادرهای ما در کودکستانی چی کنم و ای تو جای مشخص نیافتیم که گفتیم خوبش باشه ما سرش اعتبار کرده بتانیم، بالاخره شکر خدا که پیداش کردیم. چی میگن با یک تیر چند نشانه مترسنی. بله، و خود آمدی اینجا و معلومات را که میخواستی دریافت کردی. بله. مجید جان، امروز روز 3 از فکر کنم اگر اشتباه نکنم، چون دوستا گفتن که به مدت 4 این نمایشگاه برگزار شده و جریان داره و یک روزش باقی مانده، دوست داری که بری برای دیگر دوستایت هم بگوی، اطلاع رسانی بکنی که اینجا
اینجا بیاین و او معلومات را که میخواین دریافت میکنن یا خیر؟ بله بله، بسیاری گپ مهم است. من همین دقیقه هم میخواستم که برم، یک چند دقیقه بود شاید برم از اینجا که به دیگه همی کسایی که میخواین در هم جای ضرورت دارن به او هم اینجا را پیشنهاد کنم که برن. بسیار یک جای خوب بود و بسیار مردم ما باید در این جای ها بین و بسیار بالای مردم ما اینجا تحصیل گذار است. اینجا سلامت باشی خودت. تشکر، سلامت باشی شما. دوستای عزیز، در کنار سلما جان قرار دارم، میخوایم امرایشان بیشتر در مورد از یکی از کدام نهاد در این نمایشگاه اشتراک کردن صحبت داشته باشم. سلما عزیز، وقتتان بخیر میشه، بر بیندا بگوین که از کدام نهاد اینجا اشتراک کردیم. سلام علیکم، خوب هستید؟ اولتر از همه میخوام خودم معرفی کنم. سلما هستم، یکی از اشتراک کننده های آیو گلوبال در بخش دمی نمایشگاه که از ما یک آی اس پی است که ما مثلا اینترنت پروواید میکنیم برای تمام دفاتر که است و خانه های که است، چون در امروزی یگانه اینترنت یگانه چیزی است که ضروریات همگی ما شده که ما از طریق این اینترنت میتونیم مثلا بسیار مشکلات خود حل بسازیم. و ما خودمی آیو گلوبال که است از 15 سال به این سو فعالیت داره. در سال 2003 ایجاد شده و فعالیتش اینمی بوده که ما امروز بسیار دستاوردهای خوبی داشتیم و نمایشگاه یگانه دلیلی است که ما میتونیم امی اینترنت و امی خدمات را که ما داریم بر تمام مردم ایره بر نمایش بونیم که ما این خدمت بر مردم کده میتونیم از طریق میای گلوبال. سلامت باشین. سلما جان، امروز روز سومین نمایشگاه هست که نمایشگاه جریان داره و تا حال در این مدت سه روز چقدر بازدید کننده داشتین، چقدر هموطنان ما اومدن و چقدر شما تونستین که حداقل همو معلومات کافی را بر از اونها از طریق نمایشگاه انتقال بدین؟ ما نمیتونم مثلا نفر شو بگیم چقدر نفر اومدن، یعنی به صورت مشخص گفتن نمیتونم، اما خیلی زیاد مردم اومدن به خاطر از اینکه در نمایشگاه اشتراک میکنن و فعلا قابل افتخار هم از برای ما که ما نمایشگاهی که برقرار میکنیم مردم از او آگاه هستن تا بیاین معلومات خود را از نمایشگاه بگیرن و خیلی مردم زیاد اومدن به دیدن ازی و ما خیلی احساس خوشی میکنیم که ما مردم از طریق این نمایشگاه آیو گلوبال در خدمتشون. سلامت باشین، تشکر از شما. تشکر از شما. دوستای نهایت عزیز، فعلا در کنار بانو فاطمه عینی قرار دارم، کسی که به نمایندگی از تحصیلات در خارج از کشور در این نمایشگاه اشتراک کردن. خانم فاطمه سلام بر شما، میشه که بیشتر در مورد این تحصیلات در خارج از کشور بر دوستا معلومات بدین؟ ما هم سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستای و محصلین بخش قشر جوان ما، خانوما و آقایانی که میخوان هدفشان تحصیل است در سطح افغانستان به خاطر رشد و ارتقای ظرفیت قشر جوان ما. تمام ما اینجا کوشش داریم در این نمایشگاه به خاطر عظمی اینجا اشتراک کردیم. ما بیشترین اول خواهد از رابطه به کار خود ما بگویم که ما بزرگترین شرکت و برند در سطح افغانستان هستیم که همکاری لازم در بخش نمایشگاه ها، در بخش پانتونای شخصی و همچنین تحصیلات عالی در خود افغانستان دولت همکاری لازم ما داریم امرایشان که محصلین ما را کسایی هستن که بعضی از رشته هایی است که در پانتونای شخصی در افغانستان هنوز به او کیفیت و ظرفیت نرسیده، در بخش دکترا، در بخش ماستری ما فعالیت داریم که همین شاگردا باید برن در رشته مورد علاقه خود در خارج از افغانستان که بسیاری از وزارتخانه های ما در سطح دولتی ما، حالا شخصی که شرکت ها اینا، به کارمندا و همچنین امو قشر ضرورت دارن که در اون بخش تخصصی بتانن پیش ببرن. طبعا تا ما در سطح بین المللی افغان ها درس نخوانن، همراه دیگه شاگردای بین المللی همراه نباشن، هیچ وقت نمیتونیم که او سیستمی که در خارج میباشه او رو وارد کشور خود کنیم. چی در یک اداره کار کنیم، چی یک در وزارتخانه کار کنیم، چی یک در شرکت معتبر بخوایم در سطح افغانستان کار کنیم، ما باید تجربه بودن در سطح بین المللی سابق داشته باشیم. ما باید استادای بین المللی در سطح دنیا رو دیده باشیم، تدریسشان رو دیده باشیم. شاگردای در سطح دنیا در پوانتونای خارجی درس میخوانند که هم درس خواند هم صنفی بودن با او شاگردا تجربه بسیار زیاد را برای ما افغانا میده که وقتی ما وارد کشور خود شویم امون سطح فرهنگی را، امون ذهنیت درسی را ما وارد کشور خود کنیم. این باعث میشه که امو سطح درسی ما، سطح فرهنگ وزارتخانه های ما، سطح سیستم درسی ما به سطح خارجی شود، به سطح بین المللی شود. و
وقتی که ما یک رشته را که در افغانستان هنوز وجود نداره ما او را میریم در یک پانتون خارجی میخوانیم و او را وارد کشور خود میکنیم، طبعا یک موفقیت است برای وزارتخانه ما. وقتی وارد یک وزارتخانه میشیم میفهمیم که یک کارمند وزارتخانه در مو بخش به شکل سطح بین المللی تحصیل کرده، در مو بخش داره کار میکنه. این باعث میشه سیستم کاری ما بالا میشه. وقتی یک خارجی وارد کشور ما میشه، وارد یک شرکت خصوصی شوه، وارد یک شرکت دولتی شوه، ببینه که کارمنداش از قانون بین المللی، از سطح بین المللی آگاهی دارن، طبعا میگه افغانا پیشرفت کردن، افغانا در سطح بین المللی آگاهی دارن، افغانا جهان دیدن. و وقت ای است که ما افغانا باید جهان ببینیم. مؤسسین ما باید در سطح بین المللی متد درسی را، تدریس سیستم درسی پانتونای خارجی را باید دیده باشند، وارد کشور ما شوند و او سیستم وارد کشور ما کنند. بسیار بودجه بسیار ناچیز است که حق زمه شرکت می باشه که او هم شاگرد وقتی که ویزه تحصیلی خود دریافت کرد عازم همو کشور شد و حتی فامیلایشان اونه به بسیار خوشحالی، حتی یکان وقت کیک و شیرینی و اینا میارن که بچه ما مثلا یا دختر ما به سطح یوکی، جرمنی، امریکا آله رفتن و درس میخوانن. بسیار تشکری هم میکنن از شرکت ما. دیگه در سطح افغانستان کوشش میکنیم که الگو شویم ما به دیگه کنسنتسیا و تشویقشان میکنیم که باید همین رقم ظرفیت خود بالا ببرن. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر فراوان از شما خانم عینی عزیز، از صحبت‌های بسیار خوبتان، از معلومات را که برای دوستا و بیننده دادین و واقعا افتخار هستین. موفقیت بیشتر بر شما خان هستم از اینکه مسر خدمت و هموطنان ما و مخصوصا قشر جوان ما هستین. خواهش میکنم. من هم از شما تشکری میکنم که حمایت میکنین بخش تحصیلی را و کوشش میکنین که جامعه ما حال ضرورت داره که از نگاه تحصیلی، از بنیاد تحصیلی، از ریشه ما باید به سطح بین المللی برسیم. تشکر از شما. خواهش میکنم. عزیزای دل، ای بود برنامه امروزی ما، گزارش جدید از نمایشگاه تحصیلی در کابل که تقدیم شما خوبان شد. امیدوار هستم که مورد پسند شما دوستا قرار گرفته باشه و خیلی خیلی سپاسگزار هستم که همیشه همراهان برنامه ما هستین و ما رو دنبال میکنین. و باز هم ما با برنامه های جدید در خدمت شما دوستا قرار خواهد گرفتیم انشاءالله و تعالی با امید خداوند. و خیلی سپاسگزار هستم از دوستایی که تازه با ما پیوستن. پس لطفا سابسکرایب و یادتان نره، کامنت بانین بر ما نظریات نیک شما را مد نظر میگیریم و لایک و سابسکرایب فراموشتان نشه. تا دیدار بعدی که باز هم ما و همکاران ما با یک برنامه جدید در خدمت شما دوستا قرار میگیریم و شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدارتان. وقتتان بخیر.